سلام دوستان، به کانال دکتر سلامت در یوتیوب خوش اومدید. با ما همراه باشید. امروز قصد دارم روش‌های خانگی برای درمان پوست‌های چرب رو برای شما توضیح بدم. پوست چرب یکی از مشکلاتی است که افراد مبتلا به آن تنها می توانند این مشکل را درک کنند، زیرا همیشه پوست صورت چرب و براقی داشته و این امر می تواند ظاهر ناخوشایندی را ایجاد کنه که باعث کاهش اعتماد به نفس در این افراد می شه. مقابله با پوست چرب و آکنه کار دشواری است، اما یک سری درمان‌های خانگی وجود دارد که به کمک آنها و بدون تجویز یک متخصص میتوان تا حدی اثرات و علائم این مشکل را کنترل کرد. غده‌های سبابه زیر سطح پوست قرار داشته و مسئول تولید ماده‌ای به نام سبوم هستند که در واقع همان چربی طبیعی پوست میباشند. در صورتی که این غده‌های زیرپوستی بیش از اندازه چربی تولید کنند، پوست چرب می‌شود. به طور کلی، سبوم ماده بدی نیست، زیرا این ماده از پوست محافظت کرده و آن را مرطوب می‌سازد. علاوه بر این چربی طبیعی باعث سلامت و درخشندگی موها نیز می‌شود. اما از طرف دیگر ترشح بیش از حد این ماده منافذ پوست را بسته و باعث تولید آکنه می گردد. و اما روش هایی برای درمان چربی پوست. شستشوی صورت. شستن صورت بدیهی به نظر می رسد، اما اکثر افرادی که پوست چرب دارند هر روز صورت خود را به طور مرتب نمی شویند. اگر پوست چرب دارید، روزی دو مرتبه و نه بیشتر صورت خود را بشویید. در ضمن به جای صابون‌های قوی از صابون‌های ملایمی مثل صابون گلیسرین استفاده نمایید. روش دوم، کاغذهای خشک کن. این کاغذهای نازک ارزان قیمت و در دسترس هستند و اجازه نمی‌دهند غده‌های سبابه بیش از اندازه چربی تولید کنند. کاغذهای خشک‌کن چربی‌های اضافی پوست صورت را جذب کرده و در عین حال درخشندگی ایجاد شده را به حد اقل می‌رساند. روش سوم، استفاده از عسل. به لطف خواص ضد باکتریایی و ضد عفونی کننده عسل می‌توان آن را برای مقابله با پوست چرب و آکنه به کار برد. عسل همچنین یک مرطوب کننده طبیعی می باشد. در نتیجه به کمک آن می توان پوست را بدون اینکه چرب شود مرطوب ساخت. همچنین برای برطرف کردن آکنه های پوستی مقداری عسل را به صورت خود بمالید و به مدت 10 دقیقه آن را به حال خود رها کرده تا خشک شود و سپس صورتتان را با آب ولرم بشویید. روش دیگر، خاکروس آرایشی. خاکروس آرایشی که نام دیگر آن خاکروس درمان کننده است، چربی اضافی پوست را جذب کرده و شرایط پوست را بهبود می بخشد. خاکروس سبز فرانسوی که عموماً به صورت پودر تهیه می شود، دارای خواص جذب کننده بسیار بالایی بوده و به همین دلیل اکثر مردم از آن استفاده می کنند. برای ایجاد یک ماسک با این ماده، ابتدا به یک قاشق چایخوری خاکروس سبز فرانسوی مقداری آب تصفیه شده و یا گلاب اضافه کنید تا ماده خمیر مانند چسبناکی مثل پودینگ حاصل شود. سپس ماسک تولید شده را روی پوست خود بمالید و آن را به حال خود رها کنید تا کاملا روی پوست خشک شود. در نهایت صورتتان را با آب گرم شسته و خشک نمایید. جوی دو سر. جوی دو سر خواص ضد التهاب داشته و همچنین چربی اضافی پوست را جذب می کند. در ضمن این ماده قادر است سلول های مرده پوست را با لایه برداری از بین ببرد. اگر جوی دو سر را با ماست و عسل و یا میوه های خرد شده مثل موز و سیب و یا پاپایا مخلوط کنید، ماسکی حاصل می شود که به کمک آن می توانید چربی اضافی پوست خود را جذب کنید.
برای این منظور نصف فنجان جوی دو سر آسیاب شده را با مقداری آب داغ مخلوط کنید. سپس به آن یک قاشق غذاخوری عسل اضافه کنید و مخلوط را به خوبی هم بزنید. بعد ماسک حاصل را به مدت 3 دقیقه به پوست خود زده و صورتتان را به آرامی ماساژ دهید. در نهایت پوستتان را با آب ولرم شسته و خشک کنید. روش دیگر، استفاده از سفیده تخم مرغ و آب لیمو ترش. اگر به تخم مرغ آلرژی ندارید می توانید از مخلوط سفیده آن و آب لیمو ترش برای مقابله با پوست چرب صورت خود استفاده کنید. روش دیگر، استفاده از بادام. بادام های آسیاب شده نه تنها پوست را لایه برداری می کنند، بلکه آلودگی ها و چربی اضافی پوست را نیز از بین می برند. بدین منظور ابتدا 3 قاشق چایخوری بادام کاملا آسیاب شده را با 3 قاشق غذاخوری عسل مخلوط نمایید. سپس ماسک حاصل را به پوست خود زده و آن را به صورت دایره این ماساژ دهید و بعد از آن پوست را با آب گرم شسته و کاملا خشک کنید. روش دیگر، استفاده از آلوورا است. ژله آلوورا یک مرطوب کننده طبیعی عالی بوده که برای درمان مشکلات پوستی متعددی از جمله آفتاب سوختگی مفید است. تحقیقات علمی نشان می‌دهد که به کمک ژل برگ‌های آلوورا می‌توان پوسته شدن پوست در اثر چربی اضافی را نیز معالجه کرد. پس هر شب قبل از خواب مقداری از آلوورا را روی پوست خود بمالید و به خواب آرامی فرو بروید. گوجه فرنگی. گوجه فرنگی حاوی اسید سالیسیلیک می‌باشد، در نتیجه برای مقابله با آکنه به کار می‌رود. همچنین از گوجه فرنگی می توان برای جذب چربی اضافی پوست استفاده کرد. بنابراین خمیری از یک قاشق چایخوری شکر و یک عدد گوجه فرنگی له شده تهیه کرده و آن را به صورت دایره‌ای به پوست خود بمالید و بگذارید 5 دقیقه روی صورت بماند. در نهایت پوست را با آب ولرم شسته و خشک نمایید. استفاده از روغن جوجوبا. با اینکه مالیدن یک روغن روی پوست چرب عجیب به نظر می رسد، اما روغن جوجوبا از گذشته تا به حال برای درمان پوست و چرب و آکنه استفاده می شده. روغن جوجوبا عملکرد غده های سبابه را تقلید کرده و با چربی که خود ایجاد می کند باعث می شود تا این غده ها فریب خورده و چربی زیادی تولید نکند. در نتیجه میزان ترشح صابون کنترل و متعادل می شود. البته هنوز تحقیقات علمی که این تئوری را اثبات کند صورت نگرفته، اما طی مطالعه‌ای در سال 2012 معلوم شد اگر هفته 3 مرتبه ماسک تهیه شده از روغن جوجوبا و خاک رس را به صورت زد، ممکن است آکنه و چربی روی پوست را تا حدی کاهش دهد. و در نهایت اهمیت به پوست خود. همونطور که گفته شد، دلایلی مثل وراثت و تغییرات هورمونی ممکن است باعث چرب شدن پوست شود. اما با این حال میتوان با آن به مقابله پرداخت و شرایط را بهتر کرد. ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید. اگر این ویدیو را دوست داشتید، حتما ما را سابسکرایب کنید.